سرخط خبرها و مهمترین ها، یک نوجوان در هرات پدرش را به قتل رساند. ادعای طالبان گشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده است. لغزش کوه در بامیان، دو تن جان باختند و همچنان در پایان بالاخره امریکا راه حل را پیدا کرد. مشروع خبرها، منابع محلی در هرات میگویند که یک نوجوان در این ولایت پدرش را به قتل رسانده است. منابع روز یک شنبه میگویند که نام این نوجوان بلال است و 17 سال سن دارد. به گفته منابع، بلال پدرش را روز گذشته در روستای نصرآباد ولسوالی کرخ توسط پرتاب سنگ از پشت بام خانه به قتل رسانده است. گرچه طالبان به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفتند، اما یک منبع از میان این گروه دلیل این رویداد را مشکلات خانوادگی عنوان کرده و از بازداشت متهم نیز خبر داده است. این در حالی است که چند پیش یک نوجوان در ولسوالی تیوره ولایت غور پدرش را به قتل رسانده بود. روز گذشته نیز یک مرد دو خانمش را در هرات به قتل رساند. ادعای طالبان گشت خشخاش در افغانستان به صفر رسیده است. مولوی صدر اعظم عثمانی معین وزارت زراعت آبیاری و مالداری طالبان مدعی شده که گشت خشخاش در افغانستان زیر سلطه این گروه به صفر رسیده است. عثمانی این اظهارات را روز یکشنبه در دیدار با فاضل آگین اردوغان رئیس مؤسسه تیکا در کابل بیان کرده است. وای خواستار همکاری کشورها و نهادهای کمک کننده برای ارائه بدیل کشت خشخاش به دهقانان در کشور شده است. این مقام طالبان افزوده است کشت خشخاش در افغانستان ختم شده، اما اقتصاد دهقانان ضعیف شده است و نیازمند کمک های بیشتر هستند. خبرگزاری باخته زیر کنترل طالبان به نقل از رئیس مؤسسه تیکا در افغانستان گزارش شده است که این نهاد در زمینه ارائه بدیل کشت خشخاش به دهقانان همکاری خواهد کرد. لغزش کوه در بامیان، دو تن جان باختند. مسئولان محلی طالبان در بامیان میگویند که در پی لغزش بخش از کوه در این ولایت دو تن جان باخته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالصبور فرزان سیغانی سخنگوی والی طالبان در بامیان گفته که این رویداد در ولسوالی یکالنگ نمبر 2 رخ داده است. با گفته سیغانی، یک تن دیگر هنوز در زیر آوار گیر مانده است و افزوده است که این رویداد هنگام پاکاری یک جوی رخ داده است. بر اساس خبرگزاری باخته زیر اداره طالبان، تلاش ها برای بیرون کردن فرد گیرمانده در زیر آوار جریان دارد. گفتنی است که لغزش کوه در مناطق کوهستانی کشور همواره از مردم قربانی گرفته است. ساله افغانستان تحت حاکمیت طالبان به گورستان آموزش دختران و زنان تبدیل شده است. امرالله صالح معاون رئیس جمهور فراری افغانستان در پیوند به واکنش طالبان مبنی بر اظهارات جو بایدن درباره قبرستان امپراتوری ها در افغانستان گفته که افغانستان تحت حاکمیت این گروه به گورستان علم و تحصیل آرزوی دختران زنان و به گورستان عزت تاریخ یک کشور تبدیل گرده است. او در حساب اکس خود نگاشته، افغانستان با تسلط طالبان گورستان صدها هزار انسان بی‌دفاع غیر نظامی که قربانی بشکه سپانسرجوری طالب و یاران پاکستانی شده و گورستان ده ها از نیروی دفاعی و امنیتی یک نظام مشروع و شناخته شده با تنوع فرهنگی، زبانی و مذهبی شده است. آقای صالح نوشته است برای این که زاغ خودش را طاووس معرفی نکند، افغانستان با حاکمیت طالبان گورستان مشروعیت و پاسخدهی گورستان قانون اساسی، پرچم و جرگه های ملی، وحدت اقوام، تسامح و همدیگر پذیری، گورستان دانشگاه و پوهنتون و گورستان همه خوشی و سرور مردمان این کشور شده است. چین با اعمال فشار بر طالبان افغانستان از پروژه های در پاکستان محافظت می کند. چین با استفاده از نفوذش در میان طالبان افغانستان و با وارد کردن فشار روی رژیم این گروه در کابل تلاش می کند از پروژه های اقتصادیش در پاکستان که با تهدید مواجهند محافظت کند. روزنامه ساوت چاینا مورنینگ پوست در مطلبی که منتشر کرده میگوید پاکستان در جلوگیری از افزایش حملات به پروژه ها و شهروندان چینی در آن کشور ناکام مانده و به همین دلیل دیپلمات های چینی وارد عمل شدند و تلاش میکنند با اعمال فشار بر طالبان افغانستان که در میان شبه نظامیان پاکستانی نفوذ زیاد دارند، مانع از حمله به پروژه های اقتصادی چین در پاکستان شوند. این رسانه فاش کرد که چین به طالبان افغانستان اعلام کرده چنانچه بتوانند شبه نظامیان عامل این عملات را مهار کند، این کشور در افغانستان سرمایه گذاری خواهد کرد.
از زمان خروج آمریکا از افغانستان بازگشت طالبان به قدرت چین از نزدیکترین دولت‌ها به طالبان بوده و سرمایه‌گذاری هنگفت در معادن مس طلا و نفت افغانستان را وعده داده است. شرکت ملی نفت چین یک سال پیش قرارداد 25 ساله برای استخراج نفت حوزه امودریا با طالبان امضا کرد. در 2 سال گذشته هم شرکت‌های بزرگ چینی بودند که با طالبان برای استخراج معادن مس عینک، طلا و دیگر معادن افغانستان قراردادهای بستند. البته چین و دیگر کشورها به دلیل نگرانی‌های امنیتی و ادامه بی‌ثباتی در افغانستان هنوز در این کشور سرمایه‌گذاری هنگفته نکردند، اما طالبان مدعی‌اند که زمینه سرمایه‌گذاری در همه بخش‌ها در افغانستان فراهم شده است. با این حال چین که نفوذ اقتصادی‌اش را در کشورهای مختلف منطقه جمله ایران، افغانستان، پاکستان و کشورهای آسیای میانه توسعه داده، هم در پاکستان با افزایش حملات شبه نظامیان مواجه است. یک مهاجم انتحاری در میلیبس حامل مهندسان چینی را که در سر داسو کار میکردن در ایالت خیبر پختونخوا هدف قرار داد. در آن حمله 5 مهندس چینی و 1 راننده پاکستانی کشته شدند. وزارت خارجه چین در واکنش به این حمله از دولت پاکستان خواست که امنیت شهروندان چین و پروژه های اقتصادی این کشور را تضمین کند. این حمله باعث شد مهندسان چینی کار خود در پروژه های مختلف توسعه‌ای در بخش های مختلف پاکستان را متوقف کنند. پیش از این حمله نیز بر مهندسان چینی در بلوچستان، پشاور و دیگر مناطق دیگر پاکستان هدف حملات مرگبار قرار گرفته بودند. مسئولیت بیشترین حملات را ارتش آزادی بخش بلوچستان، داعش خراسان و تحریک طالبان پاکستان بر عهده گرفتند. ارتش پاکستان در مورد حمله اخیر در خیبر پختونخوا اعلام کرده است که این حمله را یک مهاجم انتحاری که شهروند افغانستان بوده انجام داده است. بر اساس اطلاعات ارتش پاکستان این حمله در داخل افغانستان طراحی شد و هدف آن بر هم زدن امنیت پاکستان و آسیب رساندن به پروژه های اقتصادی این کشور بود. تحریک طالبان پاکستانی که متحد دیرینه طالبان افغانستان در نزدیک به 3 سال گذشته حملات مرگبار و پرتلفات به نظامیان پاکستانی و مراکز نظامی ارتش این کشور انجام داده است. بر اساس اطلاعاتی که منیر اکرم سفیر پاکستان در سازمان ملل متحد ارائه کرد، تحریک طالبان پاکستان حدود 50,000 نیروی مسلح دارد که بیشتر آنان به تسلیحات آمریکایی رها شده در افغانستان مجهزند. نورولی مسعود رهبر تحریک طالبان پاکستان زمستان 2021 در سخنرانی در خیبر پختونخوا تصریح کرد طالبان افغانستان پاکستانی یک گروه و یک مرام دارند. افراسیاب خدک نماینده پیشین مجلس سنای پاکستان هم در مصاحبه گفته بود که طالبان افغانستان و پاکستان یکی هستند و نورولی مسعود با ملا حبت الله اخوندزاده رهبر طالبان بیعت کرده است. تشکر که تا این دم با ما بوده. شب و روزتان خوش. خداوند یار مددگار همه شما باشد.